بابا آب داد. نامه فرزاد کمانگر به دانش آموزانش به تاریخ 9/12/1386. بچه ها سلام، دلم برای همه شما تنگ شده. اینجا شب و روز با خیال خاطرات شیرینتان شعر زندگی می سرایم. هر روز به جای شما به خورشید روز بخیر می گویم. از لای این دیوارهای بلند با شما بیدار می شوم، با شما می خندم و با شما میخوابم. گاهی چیزی شبیه دلتنگی همه وجودم را میگیرد. کاش میشد مانند گذشته خسته از بازدید که آن را گردش علمی مینامیدیم و خسته از همه هیاهوها، گرد و غبار خستگیهای من را همراه زلالی چشمه روستا به دست فراموشی میسپردیم. کاش میشد مثل گذشته گوشمان را به صدای پای آب و تنمان را به نوازش گل و گیاه می سپردیم و همراه با سمفونی زیبای طبیعت کلاس درسمان را تشکیل می دادیم و کتاب ریاضی را با همه مجهولات زیر سنگی می گذاشتیم. چون وقتی بابا نانی برای تقدیم کردن در سفره ندارد، چه فرقی می کند پی 3.14 باشد یا 100.14؟ کاش می شد درس علوم را با همه تغییرات شیمیایی و فیزیکی دنیا به کناری می گذاشتیم و به امید تغییری از جنس عشق و معجزه لکه های ابر را در آسمان همراه با نسیم بدرقه می کردیم و منتظر تغییری می ماندیم که کوروش همان هم کلاسی پرشورتان را از سر کلاس راهی کارگری نکند و در نوجوانی از بلندای ساختمان به دنبال نان برای همیشه سقوط ننماید و ترکمان نکند. منتظر تغییری که برای عید نوروز یک جفت کفش نو و یک دست لباس خوب و یک سفره پر از نقل و شیرینی برای همه همراه داشته باشد. کاش می شد دوباره دزدکی دور از چشمان ناظم اخموی مدرسه الفبای کردی من را دوره می کردیم و برای هم با زبان مادری شعر می سرودیم و آواز می خواندیم و بعد دست در دست هم می رقصیدیم و می رقصیدیم و می رقصیدیم. کاش می شد باز در بین پسران کلاس اولی همان دروازه‌بان می شدم و شما در رویای رونالدو شدن به آقا معلمتان گل می زدید و همدیگر را در آغوش می کشیدید. اما افسوس نمی دانم که در سرزمین ما رویاها و آرزوها قبل از قاب عکس من غبار فراموشی به خود می گیرد. کاش می شد باز پای ثابت حلقه عموزنجیر باف دختران کلاس اول می شدم. همان دخترانی که می دانم سالها بعد در گوشه دفتر خاطراتشان دزدکی می نویسند. کاش دختر به دنیا نمی آمدی.
می دانم بزرگ شده اید، شوهر می کنید، ولی برای من همان فرشتگان پاک و بی‌آلایشی هستید که هنوز جای بوسه اهورامزدا بین چشمان زیبایتان دیده می شود. راستی چه کسی می داند؟ چه کسی می داند اگر شما فرشتگان زاده رنج و فقر نبودید؟ کاغذ به دست برای کمپین زنان امضا جمع نمی کردید؟ و یا اگر در این گوش از خاک فراموش شده خدا به دنیا نمی آمدید، مجبور نبودید در سن 13 سالگی با چشمانی پر از اشک و حسرت زیر تور سفید زن شدن برای آخرین بار با مدرسه وداع کنید و قصه تلخ جنس دوم بودن را با تمام وجود تجربه کنید. دختران سرزمین اهورا، دختران سرزمین اهورا، فردا که در دامن طبیعت خواستید برای فرزندانتان پونه بچینید یا برایشان از بنفشه تاجی از گل بسازید، حتما از تمام پاکی‌ها و شادی‌های دوران کودکیتان یاد کنید. پسران طبیعت آفتاب، پسران طبیعت آفتاب، می دانم دیگر نمی توانید با هم کلاس هایتان بنشینید، بخوانید و بخندید، چون بعد از مصیبت مرد شدن تازه غم نان گریبان شما را گرفته. اما یادتان باشد، یادتان باشد که به شعر، به آواز، به لیلاهایتان، به رویاهایتان پشت نکنید. به فرزندانتان یاد بدهید برای سرزمینشان، برای امروز و فرداها فرزندی از جنس شعر و باران باشند. به فرزندانتان یاد بدهید برای سرزمینشان، برای امروز و فرداها فرزندی از جنس شعر و باران باشند. به دست باد و آفتاب می سپارمتان تا فردایی نه چندان دور درس عشق و صداقت را برای سرزمینمان مترنم شوید. رفیق، همبازی و معلم دوران کودکیتان فرزاد کمانگر، زندان رجایی، کرج، 9 اسفند ماه 1386. بابا آب داد. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با
با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.